حالا همه از این نمایش لذت ببرید. بیشتر شبیه اولین اکران‌های فیلم‌های هالیوودیه، اما این افتتاحیه بازی اسپایدرمنه، آخرین سری از بازی‌های پرفروش اسپایدرمن برای پلی‌استیشن سونی، بازی که با حضور هزاران نفر از طرفدارانش پیش از برگزاری نمایشگاه سرگرمی‌های الکترونیکی معروف به E3 معرفی شد، بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری موجود. همزمان با اسپایدرمن از چندین بازی واقعیت مجازی هم اسم برده شد. مایکروسافت رقیب سونی ایکس باکس وان اکس رو معرفی کرده که از کنسول ایکس باکس فعلی قوی تره و فقط کیفیت بصری بازی ها رو بیشتر کرده، نه چیزی بیشتر از اون. قیمتش هم 449 پونده، دو برابر قیمت نسخه فعلی. نکته اینه که این بازی ها قدرت انتخاب میدن. میدونیم که یک سری از مشتری ها از هر چیزی بهترین های اون رو میخوان، به همین دلیل که ایکس باکس وان اکس رو ساختیم. چه تعداد از این مشتری ها دارین؟ فکر میکنم در بازار بازی کامپیوتری اونها نسبتاً زیادن. نکته مهم دادن قدرت انتخاب به مشتری هاست. همه محصولات ما کارایی و ارزش خودشون رو دارن. این رویداد پرزرق و برق طبیعتاً با حضور طرفداران بازی برگزار شده، اما در بین بازی‌های زیادی که دور و برمون هست، این نسخه پیشرفته گرون شاید ارزشش رو نداشته باشه. واجب نیست که این بازی رو بخرید. هیچی از دست نمیدید، چرا که اختلاف کیفیت بین بازی‌های قبلی و این بازی زیاد نیست. شاید تنها مزیتش این باشه که دارین در بهترین شرایط ممکن بازی می‌کنید. وقتی که سالن نمایش بازی جدید اواخر هفته به روی همه باز بشه، میشه دید که آیا بازی جدید به خوبی تبلیغاتی که درباره‌اش شده خواهد بود و آیا به رشد 70 میلیارد پوندی این صنعت کمک می‌کنه یا نه. دیو لی، BBC News، Los Angeles.